از لندن سلام دارم به شما آقای امیر کسروی، کارشناس ایمنی پرواز و خلبان پیشین ایرانر در تورنتو کانادا. روزتون بخیر آقای فرهودی، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. آقای کسروی، گزارش هایی که از تهران میرسه و همینطور گزارش هایی که از ایالات متحده مخابره شده همگی حکایت از این داره که ایران و کمپانی هواپیماسازی بوئینگ آمریکا تفاهم نامی را امضا کردند برای فروش 100 دستگاه هواپیمای بوئینگ به جمهوری اسلامی. این تفاهم نامی که امضا شده در واقع منو به یاد تفاهم نامی میندازه که در بهمن ماه گذشته ایران با ایرباس امضا کرد که هنوز اون جنبه عملیاتی به خودش نگرفته. چه تفاوت هایی بین این تفاهم نامه و اون تفاهم نامه با ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس وجود داره؟ ظاهرا تفاوت زیادی نداره، به اضافه اینکه باید قبول کرد که تفاهم نامه با بوئینگ احتمالا یکم مشکل تر هم خواهد بود به دلیل مسائل به اصطلاح باز کردن اعتبارنامه و پرداخت های مالی که با آمریکا ایران دچار اشکال، با بانک های آمریکایی ایران دچار اشکال های بیشتری هست تا بانک های اروپایی. ولی به هر حال فشارهایی که بوئینگ از این طرف و ایرباس از اون طرف به دولت ها میاره برای فروش در حقیقت این هواپیماها به ایران کمک میکنه که این قراردادها به هر حال عملی بشه. حالا تو سوخت و سوز نداره، به هر حال اونچه مسلمه اینه که این قراردادها انجام خواهد شد، چون هر دو طرف تمایل زیادی دارن که این قراردادها رو هر چه زودتر به انجام برسونن. و برای ایرباس گفتگو سر اینه که 6 تا 7 تا هواپیما تا آخر امسال، سال به اصطلاح 2016، به ایران وارد خواهد شد و بوئینگ هم گفته همین اکتبر امسال اولین هواپیما وارد ایران خواهد شد. حالا البته اینا گفتگوه هنوز. معامله‌ای که با بوئینگ انجام شده هنوز فکر می‌کنم نیازمند توافق از سوی وزارت خزانه داری آمریکاست. هنوز فکر کنم تفاهم نامه نهایی رو اینا امضا نکردن. آقای دستوی درسته این؟ تفاهم نامه هنوز امضا نشده. با همدیگه یک به اصطلاح چندین بار مذاکره کردن در ایران و نیازهای ایران به علت اینکه تا سالهای مثلا 2026، 10 سال دیگه تا امروز، در حدود 500 هواپیما هستش. هر دو کمپانی، یعنی هم ایرانر از اون طرف، ایرباس و بوئینگ از طرف دیگه، اینها در تلاش هستن که هر چه زودتر اینها رو عملی بکنن. ولی به هر حال همونطور که شما میدونید مسائل سیاسی هم هستش که سر راه، یعنی معضل اصلی این مشکلات هست، همون جور که شما گفتین مسئله توافق دولت آمریکا برای این معاملات لازم. بله، حالا بیشتر در مورد مسئله سیاسی صحبت میکنیم. اون نوعی که قرار این هواپیماها به ایران منتقل بشه، اجاره بشه، به شرط تملیک هستش، درسته؟ بله درسته. این هواپیما ایران در صدده که به اصطلاح اجاره به قصد تملیک بخره، به اضافه این که در نهایت اینها هواپیماها رو میخوان بخرن. ولی اینها بستگی به نوع قراردادیه که اینها امضا میکنن، عجله‌ای که دارن برای دسترسی به این هواپیماها، و اینها همه در به اصطلاح نوع خرید هواپیما مؤثر خواهند. یکی از نگرانی هایی که وجود داره در آمریکا اینه که این هواپیماها ممکنه در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار بگیره برای استفاده از اون در عملیات ماجراجویانه ایران در برای مرزهای خودش. یکی از مؤسسات پژوهشی دسته‌راستی در آمریکا به نام بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید که این قرارداد میتواند منافعی برای کمپانی بوئینگ و بانک های آمریکایی که اون رو فایننس خواهند کرد داشته باشد، اما معامله سرشار از خطره، از جمله احتمال اینکه هواپیماها ممکن است با
عنوان ابزاری برای حمایت ایران از بیرحمی‌ها و جنایات جنگی در سوریه استفاده بشه. آیا بوئینگ در تفاهم‌نامه خودش با ایران ایر هیچ اشاره‌ای به این مسئله کرده که این هواپیماها نباید در جاهای دیگر استفاده بشن؟ بله، امروز اتفاقا یک خبری در به اصطلاح تارنمای اصولگراها بود که دولت آمریکا یعنی وزارت امور خارجه آمریکا در واقع به بوئینگ گفته که این هواپیماها به شرط این به ایران خواهد فروخت که هواپیماها به اصطلاح شرکت‌های بعدی یعنی دست دوم اگر فروش بره داخل ایران، اونها و خود شرکت‌های خریدار نباید از اینها به قصد نظامی استفاده بکنه. این حرف رو بوئینگ از طرف به اصطلاح وزارت امور خارجه آمریکا دریافت کرده، ولی توجه بکنید که این حرفایی که در روزنامه ها و از نظر سیاسی جای مختلف منتشر میشه، اینها بیشتر جنبه سیاسی داره که جناح‌های مختلفی که در آمریکا و حتی در ایران بر سر این موضوع مخالفت هایی دارن، اینها این مسائل رو ابراز بکنن. ولی شرکت هایی مثل بوئینگ و ایرباس که شرکت های تجارتی هستن، مسئولیت مدیرانشون در واقع در قبال سهامدارا هستش و به محض خبری که در مورد فروش هواپیمای بوئینگ به ایران منتشر شد، سهام بوئینگ 25 سنت در بازار نیویورک ارتقا پیدا کرد به $132.75. چه تضمینی وجود داره که بوئینگ بتونه از ایرانه بگیره که این هواپیماها به دست شرکت‌های دیگه نیفته؟ می‌دونید 5 شرکت هوایی در ایران هنوز تحت تحریم هستن. درست میگید، از جمله ماهان ایر هستش که اینها جزء تحریما هستن. چه نوع تضمینی وجود داره؟ واقعا اگر ایران بخواد از این به این قصد از این هواپیما استفاده بکنه، میتونه بکنه و به هر حال کشورهای فروشنده هم باز میتونن ایران رو به تحریم ببرن. ولی یه موضوع دیگه هم که باید در نظر بگیرید ایران که همین الانه در ایران 250 تا هواپیما هست که در حدود 160 تا از این هواپیماها عملیاتیه و پرواز میکنن. 60 تا از این هواپیماها بوئینگ و اینها رو در طول زمان بین احمدی نژاد و روحانی تعداد زیادیش وارد ایران شده در طول زمانی که تحریم وجود داشته، و دولت ایران اگر بخواد از این هواپیماها استفاده بکنه، منظورم اینه که هواپیما در ایران وجود داره، همین امروزش هم وجود داره، حالا چه ایرباس و بوئینگ این هواپیما رو به ایران بفروشه یا نفروشه. بنابراین ایران اگه بخواد به این منظور از هواپیما استفاده بکنه، ابزارش رو در اختیار داره امروز. به نظر شما یا ایران تمایلش بیشتر اینه که با بوئینگ معامله کنه یا اینکه با ایرباس و شرکت‌های دیگه؟ چون بوئینگ رو معامله این مذاکرات رو موکول کرد به بعد از امضای قرارداد با ایرباس. چه دلیلی داشت فکر می‌کنید که اول رفتن با ایرباس صحبت کردن بعد با بوئینگ؟ در گذشته می‌دونیم بیشتر هواپیماهای ناوگان هوای ایران ساخت بوئینگ بوده. بله درست میگید، به همین دلیل هم دولت ایران و ایرانر به خصوص تمایل بیشتری به بوئینگ داره، به دلیل اینکه از نظر تعمیرات و نگهداری تخصص و تجربه فراوانی داره در طی حدود 50 سال که صنعت هواپیمایی در ایران بوده وجود داشته، و در نتیجه ترجیح میدن که هواپیمای بوئینگ داشته باشن. به اضافه اینکه هر کدوم از این نوع هواپیماهایی که می‌خرن بنا به دوربرد به اصطلاح بردهای متوسط و کوتاه دارای خصوصیات ویژه‌ای هستش که یک هواپیما یک به اصطلاح کارخانه سازنده به کارخانه سازنده دیگه از نظر کسانی که این هواپیما رو می‌خرن ارجحیت داره. مسائلی مثل صرفه‌جویی در سوخت و غیر و ذالک هم هستش که اینها رو هم در نظر می‌گیرن دولت هایی که اینا رو میخرن و تعداد مسافری که میتونن حل بکنن.
به اضافه اینکه مسئله ایران یه مقداری هم مسئله سیاسی هست و ترجیح میده که یک نوعی تساوی اینجا برقرار بکنه که بین ایرباس و بوئینگ یه نوعی رقابت به وجود بیاد که بین این رقابت هایی که بین این دوتا کمپانی وجود داره ایران بتونه استفاده های خودش رو ببره. خب شکی نیستش که دولت اوباما دلش میخواد کمک بکنه به اینکه این برجام اجرا بشه و ایران بتونه روابط تجاری خودش رو با غرب از سر بگیره به شکل عادی، ولی هنوز میدونیم که مجوز نهایی صادر نشده برای این معامله با بوئینگ. حتی فکر میکنید الان در یک رقابت با زمان هستن طرفین با توجه به اینکه انتخابات آمریکا در پیش خواهد بود تا چند ماه دیگه، آیا باید اینها تا یک ضرب العجلی بین خودشون دارن که این کار انجام بشه تا قبل از اینکه دولت بعدی آمریکا سر کار بیاد که ممکن اون دولت اون حالت رو نداشته باشه با ایران و نخواد مثلا به ایران کمک بکنه؟ ببینید، برجام بسیاری از مشکلات رو از زیر پای ایران برداشته، مهمترینش فروش نفته که میتونن ایران در واقع الان دسترسی به مبالغ زیادی دلار داره که میتونه هواپیما بخره. اگر بوئینگ و ایرباس این هواپیماها رو به موقع به ایران نفروشه، ایران احتمالاً وارد بازار آزاد خواهد شد و اینا رو دست دوم از طریق دلال‌ها خواهد خرید که قبلاً هم این کار کرده و این برای بوئینگ استفاده یا ایرباس استفاده زیادی نداره. بنابراین ایرباس و بوئینگ هر دو در تلاش هستند که همونطور که بامباردیه در کانادا هم همین کار کرد، امبرار در برزیل هم همین کار کرد، اینها به دولت‌های خودشون فشار میارن که هرچه زودتر این معاملات سر بگیره و قراردادها در حقیقت قانونی بشه. ولی به هر حال همونجور که شما میگید مشکلات سیاسی و بزرگم هست، سر راه این معاملات وجود داره برای اینکه بسیاری از اون تحریم هایی که ربطی به برجام نداره هنوز برداشته نشده. و دلیل اصلی این مشکلات الان مشکلات مالی و اجازه دولت آمریکا و مخالفت گروه های جناهای به اصطلاح متخاصم با ایران هستش. من یادم همون که اول مسابقه خدمتتون عرض کردم، اول با بوق و کرنا میاین اعلام امضای تفاهم نامه میکنن، همونطور که در مورد ایرباس شاهدش بودیم، ولی چندین ماه گذشته و هیچ تکونی نخورده این جریان و هنوز این مسئله به صورت عملی در نیامده. برای اینو حتی در ایران هم راجع به صحبت میکنن. همین امروز من یه جایی مطالعه میکردم که رئیس سابق هواپیمایی کشوری ایران در یه مصاحبه‌ای گفته بوده که ما رو دولت یه مدتی با هواپیماهای ایرباس سرگرم کرد، حالا نوبت بوئینگه که ما رو سرگرم بکنن و هیچ عملی هم انجام نشده. یعنی مشکلات زیاده، ولی ببینید حتی اگر ما فرض بکنیم که تمام این مشکلات مالی و سیاسی کنار بره، به نظر من مشکل اساسی که سر راه صنعت هواپیمایی ایران هست مسئله مدیریته. شما ببینید در همین گذشته نزیاد دور صحبت‌های خیلی زیادی راجع به حقوق‌های سرسام‌آور بعضیا در ایران شد، ولی هیچ کسی راجع به سوء مدیریت که چه نوع صدمه‌ای به اقتصاد ایران زده صحبت نمی‌کنند، در حالی که مشکل اساسی مملکت ما مشکل مدیریته و اون چیزی که صنایع هواپیمایی رو به امروز رسونده که ما الان در مقابلش هستیم بیشتر مسائل مدیریت این به اصطلاح بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادیه و البته مسائل سیاسی هم وجود داره به خاطر اینکه مدیران این بنگاه‌های اقتصادی سیاسی فکر میکنن نه اقتصادی. و در واقع عدم شایسته سالاری، هیچ کس جای درست خودش قرار نداره. کسانی که اصلا ممکنه با صنعت هواپیمایی هیچ ارتباطی نداشته باشن آمدن و اونا رو گذاشتن در رأس کار. فکر کنم منظور شما اینم هست. درسته، کاملا درست میگید. یعنی در زمان گذشته شما قبل از این زمانی حتی محمود احمدی نژاد در حدود 17 تا شرکت هواپیمایی در ایران تأسیس شد که بیشتر اینها هواپیماهای شرقی بود، توکولوف و غیر ازالت، که بیشتر از 2000 نفر جانشون رو از دست دادن در سوانه هواپیمایی و اینها
هواپیماهای به اصطلاح شرقی رو همه رو از دور خارج کردند و شروع کردن هواپیماهای به اصطلاح غربی مثل ایرباس و بوئینگ و اینها رو خریدن و به ایران آوردن. ولی به هر حال مسئله اساسی که دولت ایران باهاش برخورد داره طرز تفکر سیاسی خودشه که داخل بنگاه‌های اقتصادی میبره. ببینید من الان حضورتون عرض کردم که یه شرکتی مثل بوئینگ زیاد توجه به این سر و صداهای سیاسی نمیکنه، برای اینکه مدیرانش فقط و فقط کانون تفکرشون سوداوریه و تجارته و دست به هر کاری میزنن که به اصطلاح سهام سهامدارا رو ارزش رو ببرن بالاتر در بازارهای بورس. ولی این موضوع در ایران شاید ارجحیتش اونطوری نیست. چند وقت پیش حتی خود خامنه ای هم در یه مذاکره‌ای که در یه سخنرانی که انجام داده بود به خرید این هواپیماها اعتراض کرد، گفتش که من نمیدونم اصلا حالا اگر ما 300 تا هواپیما بخریم آیا اینها اولویتی داره از نظر اقتصاد ما یا نه. گروهی هم در ایران راجع به این صحبت میکردن که این فقط در خدمت 2.5% از جمعیت ایرانه و این همه پول، یعنی در حدود 50 بیلیون دلار، میلیارد دلار پول بابت به اصطلاح هم به بوئینگ دادن، هم ایرباس و هم ATR که 40 تا هواپیما هم از ATR قراره بخرن. این رقم بزرگیه، البته نقد نخواهد بود، ولی یه نوعی درگیری‌های مالی برای نهادهای اقتصادی ایران به وجود میاره که دولت ایران هم زیاد باهاش، بعضی از بخش‌های دولت ایران باهاش موافق نیست. آقای کسری، چه کمکی میتونه بکنه خرید این هواپیماها به تبدیل ایران به عنوان یک مرکز آپ سنتر هوایی برای منطقه؟ الان میدونیم خب کشورهای عرب نشین حوزه خلیج فارس مثل دبی، امارات، اینها، ابوظبی، اینها الان دست بالا رو دارن به عنوان یک مرکز اصلی حمل و نقل هوایی محسوب میشن. آیا این خرید این هواپیما میتونه به ایران کمک بکنه که اون مقامو در منطقه به دست بیاره؟ اصلا هدف اصلی جمهوری اسلامی و صنعت هواپیمایی در ایران همینیه که شما دارید میفرمایید. یعنی ایران از نظر جغرافیایی در جایی قرار داره که از نظر به اصطلاح پروازهای هوایی بین اروپا، آمریکا و شرق دور قرار داره و بهترین جا هست برای هواپیماها که در اونجا به اصطلاح لندینگ های تکنیکال داشته باشن، مثل سوختگیری و به اصطلاح اونجوری که شما میگید هابشون باشه و از اونجا مسافر بیشتر ببرن جاهای دیگه. به علت مسائل سیاسی که پیش اومد این هاب منتقل شد به دبی. شرکت های مثل امارات، اتحاد، قطر ایرویز به وجود اومدن که اینا همه بعد از انقلاب به وجود اومدن. امارات به تنهایی در حدود 50 میلیون مسافر در سال گذشته نقل کرده. هواپیمای ترکیش ایرویز در حدود 50 میلیون مسافر حمل کرده. این 100 میلیون مسافر که بسیاری از این مسافرها ایرانی هستند، این بازار بزرگی در منطقه که ایران در طی 37 سال گذشته از دست داده و این رو میخواد به دست بیاره، ولی بسیار عقب افتاده است. برای به دست آوردن اینا تلاش های زیادی باید بکنه که مستلزم یه مدیریت بسیار بسیار آگاه با تجربه هست که به قضایا به صورت اقتصادی و علمی نگاه بکنه. به همین دلیل من میگم که شاید مشکل اساسی، حتی اگر همه هواپیماهایی رو که اینا میخوان داشته باشن، مسائل واقعا خدماتیه که باید از طریق مدیریت صنایع هواپیمایی در ایران به وجود بیاد که متاسفانه من فکر نمی کنم در حال حاضر وجود داشته باشه. یعنی من هیچ تغییری در بدنه مدیران صنایع هواپیمایی در ایران ندیدم که دلیلی باشه برای اینکه طرز تفکر داره عوض میشه. سپاسگزارم از شما آقای امیر کسروی در تورنتو که وقتتون در اختیار من گذاشتید برای این گفتگو.